بخش مهمی از کار من همیشه چاپ دستی و لکه گذاری بوده. معمولاً همیشه از همینجا شروع میکنم. همیشه شیفته اینم که ببینم چه اتفاقی میفته وقتی توی تصویر یه چیز دیگه میبینی. اتفاقاً یه جورایی خیلی برخورد کودکانه ایه. من از خانواده هنری نمیام، ولی خوشبختانه توی زمینه علاقه‌ام خیلی حمایت شدم. رفتم دانشگاه هنر که نقاشی بخونم، ولی در نهایت به سینما علاقه‌مند شدم. اما هنوز نمیدونستم که کجا به کارم میاد. اون وجه نمایشی و اجرایی سینما راهشو کم کم توی کارم پیدا کرد. شاید به همین دلیله که من مدام کارم رو در فرایندهای مختلف قرار میدم، چون عوض کردن رسانه معنی کار رو تغییر میده. یکی از شیوه هایی که دوست دارم کار کنم اینه که یه تیکه شیشه خیلی بزرگ رو بر میدارم و روش یه ترکیب رنگ و روغن درست میکنم و روی شیشه طراحی میکنم. بعد کاغذ رو روش میذارم و برش میدارم. اغلب مواقع جالب از آب در میاد، گاهی هم نه، ولی این اون چیزیه که دنبالش میگردم. دنبال فضاها، معماری خیره کننده و چیزایی که توی این اندازه خیلی کوچیک پیدا میشه کرد میگردم. این رنگ صورتی که تو آسمون کارام هست رنگیه که برای مدت طولانی باهاش درگیر بودم. به نظرم رنگ بی حد و مرزیه. منو یاد اون نوری میندازه که توی فلوریدا بعد از طوفان روی همه چیز میفته. من تو فلوریدا بزرگ شدم که رعد و برق‌های وحشتناکی داره و بعد از طوفان همیشه یه رنگ صورتی عجیب همه جا رو پر میکنه. بخش دیگه ای از کارام اینه که جزئیات رو با کیفیت بالا مستند می کنم و بعد ازشون به عنوان صحنه هایی از انیمیشن هم استفاده می کنم. این تکه ها رو پیدا می کنم و بعد فضاهایی رو با الهام از چیزی که پیدا می کنم خلق می کنم. فیلم به شکل تایم لپس گرفته شده. یه جورایی نمی دونی یه چیز زنده است یا مرده. در واقعیت داره خشک میشه، ولی انگار که هنوز زنده است، چون داره نفس میکشه و حرکت میکنه. این کار با بقیه انیمیشنام فرق میکنه، چون از یه شیء زنده گرفته شده. در واقع یه تیکه پوست پرتقاله که داره خشک میشه. من معمولاً از چیزایی که پیدا می‌کنم الهام می‌گیرم. حتی تو کارهایی که با پارچه می‌کنم از اشیایی که پیدا می‌کنم به جای شابلون استفاده می‌کنم. احساس می‌کنم اشیا هر کدوم خودشون یه سرگذشتی دارن و من فقط کارم اینه که یه جوری کشفشون کنم و ازش یه داستانی سرهم کنم. دوست دارم فضاهایی خلق کنم که آن جهانی اند ولی هنوز آشنا به نظر میرسن، مثل یه فضای مخفی که یه جایی وجود داره و ما میخواییم بریم اونجا ولی نمیدونیم چجوری.